دوباره برگشتیم بیننده های عزیز و همطوری که قبلا گفتیم مهمان جوانی در استودیو داریم، آقای اسرار فرمولی، معاون سازمان فکر جوان، که افتخار بخشیدن در استودیو با ما هستن و روی فعالیت های سازمان فکر جوان صحبت های خواهیم داشت. سعدیه سلام و خوش آمدید میگم مهمان عزیز خود به برنامه و صحبتان بخیر. درود سلام خدمت شما، خدمت بیننده های تلویزیون شما. تشکر از اینکه ما را دعوت کردین در خدمت. بسیار عالی. فکر کنم که آقای فرمولی صبحانه نوشیدن نکردی. نه خیر، نوشیدن کردن آمدیم. خب بچه ها صدا کردن که شیمه بلند صحبت کردن ندارن، من گفتم من میگم. بر صورت آقای فرمولی خیلی خوش آمدین. در آغاز میشه بگوین که سازمان فکر جوان که شما من حیث معاونش کار میکنین، چیگونه یک سازمان است؟ از چی وقت به فعالیت آغاز کرده؟ خب سازمان فکر جوان یا نهاد جوانان حدود 2 سال از ایجادش میگذره که به صورت تدریجی یا تحقق در جامعه کار میکنه به خاطر ارتقای ظرفیت جوانان و بانوان که ما در اوائل ورکشوب های داشتیم که بتوانیم چطور یک جوان ما میتواند یک رهبر خوب شود، چطور میتواند یک سخنور خوب شود. چطور خواستین که سازمان بسازین؟ ما هم یک نام خیلی خوب بر انتخاب کردین، سازمان فکر جوان، و چقدر جوان ها هستن حمایت کردن، چقدر دختر خانم ها و پسر ها خواستن هم بهتون کار کنند. خب در کل جوانان که ما امروز داریم تمامشان از استعداد برخوردار هستند و پر از انرژی می باشد و در سازمان ما حدود 25 نفر از بانوان و بیشتر از او حدود آقایان امرای ما همکاری میکنن و کارکردهای خوب دارن. بسیار عالی. خب سازمان فکر جوان تا این دن چه برنامه هایی را برگزار کرده و چقدری برنامه ها در اجتماع موثر بوده، برای جوانان موثر بوده و چقدر شما راضی بودید؟ خب سازمان فکر جوان حدود 6 برنامه را در حدود 2 سال برگزار کرده که اولین برنامه اون برنامه پیرامون راه بیرون رفت بیکاری جوانان بود که ما خواستیم یک برنامه کاملا متفاوت بگیریم. سازمان نهاد جوانان در کل متفاوت کار میکنه بدون از اینکه ما نمیخواهیم که به اساس جنتری پیش بریم، به اساس روز زن پیش بریم یا به اساس روز معلم، ما میخواهیم متفاوت تر کار کنیم و خواستیم اولین برنامه ما همین بود که بفهمیم که راه بیرون رفت بیکاری جوانان. ما یک نشست گرفتیم، اولین نشست ما همین بود که از مقامات، از فعالان مدنی، جامعه مدنی، رسانه حضور یافتن و برنامه برگزار شد. در کل ما جمع‌بندی کردیم و همی طرح ما را به حکومت وحدت ملی پیشنهاد کردیم تا جوانانی که کار کردن و طرح آماده کردن از استفاده کنند. خب این طرح چقدر مؤثر بود و در کل میشه بگوین که بعد از اینکه طرح دادین چقدر جوان شامل کار شد؟ واقعا ما طرحی که دادیم خود ما در کل سازمان فکر جوان حدود 10 جوان که میخواستن اینا از لحاظ مالی و اقتصادی خوب نبوده، ما اینا را به بندون ها شامل ساختیم و توانستیم که اینا کار کنن و ما در قبال از اینا باشیم. خب شما گفتین 6 برنامه ولی از 1 برنامه نام بردین، سایر برنامه ها چی؟ بعد از این سازمان فکر جوان یک گفتمان بزرگ را برگزار کرد که گفتمان صلح بود که علما، رسانه ها همگی گرد آمدن و صحبت های گفتمان های کردن که ما چگونه شاهد فضای صلح سمیت در کشور خود باشیم. خب ما یک طرح آماده ساختیم که بیای که ما شما چگونه می توانیم کشور خود را بسازیم. یک طرح مهمی بود که زمانی که وحدت ملی در عمل داشته باشیم، نه اینکه نمایشی باشد، همه مردم ما هم فکر هم صدا باشد بدون کدام زبان پرستی و سمت پرستی، ما میتونیم یک افغانستان آباد را به کشور خود بیاریم. بسیار خوب. میشه از فعالیتاتون بگین که تنها در داخل کابل فعالیت میکنین یا در ولایت دیگر افغانستان هم فعالیت میکنین؟ نهاد جوانان بر فعلا داخل کابل فعالیت هایش ادامه داره و ما خوان ازی هستیم که یک از نمایندگی ما در مزار شریف هم باشد. یک نمایندگی فعلا در کابل داره؟ بله. خب از مصارفتان بگین که مصارف که در سازمان مصرف میکنین، آیا خود جوان ها خودشان از پول خود شخصی خود پرداخت میکنن یا کسی دیگر شما را حمایت میکنه؟ خب نهاد جوانان در کل کس مستقل است، به هیچ کس ربط نداره و ما نمیخواهیم مالی دست هیچ کس قرار بگیریم و از امی
پول شخصی از دارایی شخصی خود جوانان نهاد فکر جوان می خواهیم که برنامه بتیم و می خواهیم که به مردم واگذار کنیم بسازیم که هیچ وقت کسی نمیتونه با پول خود با کارکردهای خود ما را بخره و از ما استفاده کنه. خیلی خوب میشه از پلانهایتان بگین از هدفهایتان که وقتی که ایجاد کردین سازمان فکر جوان هم میخواید دیگه چی پلان ها داشتین دیگه چی کارا کنین بر جوان ها؟ خب در کل هدف مهمی است که خدمت بر جوان هم کنیم و ما چندین برنامه که هفته آینده برگزار کردیم یک برنامه مهمی بود که نامزد وکیل های پشتاز به مردم خود معرفی کرد. هفته آینده یا هفته گذشته؟ هفته گذشته. و یک برنامه دیگه بود که چهره های تاثیرگذار سال به مردم معرفی کردیم. این معرفی شما به کدام معیار بود؟ هر کسی را که خودتان دوست داشتین اونا را معرفی کردین یا کدام معیاری داشتین که شما چهره های تاثیرگذار را بر جامعه معرفی کردین یا کاندیدهایی که پشتاز هستن؟ خب در کل نامزد وکیل هایی که بود اینا کاندیداهایی که بود مؤذینا به صورت درست رفتیم نشست کردیم و در بک‌گراند که سابق اینا داشتن و کارکردهای کرده بودن ما اینا را مقایسه کردیم که حدود 500 وکیل یا نامزد وکیل را ما از نزدیک دیدیم و از کارکردهایشان ما از 500 نامزد وکیل حدود 23 نامزد وکیل را به مردم خود انتخاب کردیم که واقعا شایستگی لیاقتش داشته و از بک‌گراند سابقه کاملا دقیق و پاک برخوردار بود. ما خوب و بدش از هم تفکیک کردیم، خوبش به مردم پیشنهاد کردیم تا بتوانند که از کارکردهایی که امسال جوانان کردن و در آینده میخواهند که وکیل پشتاز خود انتخاب کنند از اینا حمایت کنند. خیلی خوب. بنوام سوال آخر صابر جان چون وقت ما کم است. میخواستم همین سوال بپرسم که شما در چه مدتی 500 وکیل دیدین و تایید کردین که اینا واقعا شایستگی پارلمان را دارن؟ خب بعد میتونی سوال بپرسید. در حدود همی که نامزد وکیل هایی که از اوائل که اینا رو به ثبت نام کردن ما خواستیم از همون وقت شروع کردیم و توانستیم که حدود 500 وکیل نامزد وکیل را ببینیم و تنها با یک نفر با یک نشان نتوانستیم که ایره به حدود کدام شناخت به حدود کدام رابطه ایر انتخاب کنیم. اینا از ولایت های مختلف بود نه تنها از کابل. در آخر میشه پیام تانا بگوین و با امید مفقیت بیشتر شد. خیلی ممنون. پیام ما به جوانا همی است که بیایی که ما شما امروز انرژی داریم و پلان کاری خود را به مردم خود و کارکردهای استعداد خود را نمایان بسازیم و نگذاریم محاله دست هیچ کس قرار بگیریم. تشکر. تشکر از حضور شما هم در برنامه. امیدوار هستم کارهایی که میکنین مفید بر افغانستان باشه. خب بیننده‌های عزیز صحبت‌های داشتیم با اسرار فرمولی، یکی از جوانان فعال و معاون سازمان فکر جوان. در ادامه برنامه وقفه کوتاه داشته باشیم و بعد از او با ما باشین و سایر بخش‌های برنامه.